در سال زراعی 96 97 و 97 98 مجموعاً 61 هزار هکتار تحت این فعالیت قرار گرفت که نتیجه اون بیش از 20 هزار شغل مستقیم بود و 183 هزار تن افزایش تولید. در سال زراعی 98 99 هم به لطف خدا 16800 هکتار به همین فعالیت اختصاص پیدا کرد. 14000 هکتارش با گونه‌های درختی و باغی و 2400 هکتارش با گونه‌های گیاندارویی اجرا شده که نتیجه این 16000 هکتار هم 5610 اشتغال مستقیم و افزایش 48000 تن است. نکته مهم های رئیس جمهور در اجرای این پروژه این است که عمده این فعالیت رو خود مردم و جوامع محلی انجام دادن و این از 337 میلیارد سرمایه گذاری انجام شده رو عمدش خود مردم با فعالیت‌های خود اجرایی اجرا کردن که از این نکات حائز اهمیت است. انشاءالله مقرر است تا پایان دولت 60 هزار هکتار دیگه به این 60 هزار هکتار اضافه بشه و عملاً 20 هزار هکتار از سقف تعهدی هم که در بودجه پیش بینی شده بود افزایش پیدا میکنه. مکانی که درش قرار گرفتیم بخشی از این 60 هزار هکتار است. مجموعاً 152 هکتار وسعت داشته. امروز در فاز دومش 32 هکتارشو افتتاح میکنیم که انشالله با اجازه استالی مجموعاً 16 هزار هکتار ایجاد باغ در اراضی شیبدار مورد بربرداری قرار خواهد گرفت. انشالله که باعث سرسبزی و بهروزی ایران عزیز بشه. آقای رئیس جمهور، یکی از مزیت‌های بزرگ استان لرستان اینه که هم اراضی شیبدار داره و بیش از 70% مساحت استان شیبدار هست و در این حال بارندگی بالای 550 میلیمتر داره. این دوتا ویژگی که با هم جمع بشن موضوع ایجاد باغات مثمر در اراضی شیبدار رو به عنوان یک مزیت نسبی استان دیکته میکنه. از طرفی این شیبدار بودن اراضی بارندگی بالا استظهار دارید یکی از آثار اون فرسایش خاک هست و ضربه‌ای که به طبیعت میزنه و از اون طرف خاکی که در پشت سدهای پایین دست کرخه و کارون که بالا در واقع استان و بالا دست اونها هست این ایجاد خواهد شد، به در واقع پر شدن این مخازن کمک خواهد کرد، این پروژه مانع اون هم خواهد شد. بنابراین ما اینو به عنوان یکی از اولویت‌ها در سال 96 استان در برنامه 4 ساله استان قرار دادیم و قرار شد 15 هزار هکتار در این 4 سال ایجاد بکنیم. خوشبختانه تا حدود زیادی مطابق برنامه پیش رفتیم، علارغم اینکه مقدار اعتباراتون محدودیت داشت و الان ما در حدود 6 هزار هکتار از 96 تا الان در استان به نتیجه رسوندیم. کار ارزشمندی است و برنامه داریم که انشالله امسال هم 5000 هکتار دیگر رو به نتیجه برسونیم. کل استان لرستان هم حدود 730 هزار هکتار اراضی کشاورزی داره که حدود 23% این اراضی آبی هست و 77% دیم هست. این یکی از اشکالات استانه که در مقایسه با میانگین کشور که 44%شون آبی هستن، استان لرستان 23% آبی هست، علارغم پر آبی که داره که باید از طریق ایجاد سدها و سایر روش های مشکل رو حل کرد. خیلی متشکر آقای استاندار. من نکته آخر شما رو میخوام تأکید کنم، حتما شما یه گزارشی در همین هفته برای من بفرستید، اون موارد زیربنایی که مهمه و هنوز تکمیل نشده و باید تکمیل بشه و اعتباری که مورد نیاز هست، حتما ما این رو دنبال میکنیم که مردم بسیار خوب و عزیز لرستان که در آغاز سال قبل با مشکلات بارندگی و سیل و مصائب زیادی روبرو بودند انشاءالله مشکلاتشون حل بشه. حتما این رو دنبال خواهیم کرد. بسیار متشکر هستیم از همه دستاندرکاران به خاطر این کار بزرگ و عظیمی که در اراضی شیبدار دارن انجام میدن، در واقع ایجاد باغات دیم که بسیار برای ما حائز اهمیت، هم برای حفاظت و هم برای تأمین محصولات مورد نیاز. به نام خداوند بزرگ و با توجه به ماه پربرکت ذی‌الحجه، ماه اعیاد بزرگ قربان و قدیر، شروع و افتتاح 16834 هکتار باغات دیم
در اراضی شیبدار کشور رو آغاز بفرمایید علی برکت الله.